نرم‌افزای بحران اقتصادی و اعتراض‌های اقشار و گروه‌های اجتماعی مثل بازنشستگان و پرستاران، اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، پتروشیمینی، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد و معادن مس گسترش پیدا کرده. طوری که دامنه این اعتصاب‌ها 106 مرکز و شرکت صنعتی در 13 استان کشور رو در بر گرفته. همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. سلام میکنم به شما آقای درویش، خیلی خوش اومدین. سوالم اینه که آیا رژیم قادر هست که خواستهای کارگران اعتصابی رو برآورده کنه، چه کوتاه مدت و چه دراز مدت؟ بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، اینکه آیا رژیم قادر هست این کار رو بکنه، والا باید ابتداعا متذکر شد که این رژیم نه اراده همچین کاری داره، نه میخواد و نه اینکه میتواند که این کار رو انجام بده. اون هم به خاطر سرشت و بافت سرکوبگرانه و غارتگرانش هستش، چون از ابتدا برای سرکوب و بنا شده بر اساس سرکوب ملیت‌ها و سرکوب اقشار مختلف مردم و غیره، و در کنار اون البته غارت و چپاول واقعا لجام گسیخته‌ای که در تاریخ کشور ما و اساسا در کشورهای دیگه بی سابقه است، چون برای اون سرکوب نیاز به این غارتگری داره. به خصوص هر چقدر هم که اوضاع اقتصادی از لحاظ بین‌المللی و همچنین داخلی براش سخت‌تر میشه، حالا چه به واسطه تحریم ها، چه به واسطه به اصطلاح بی‌کفایتی ها و به اصطلاح فساد گسترده‌ای که در اون وجود داره. در رابطه با مسئله کارگران که مطرح فرمودید، رژیم اساساً دنبال همچین چیزی نیست. ما الان در ایران یه چیزی بالای 45 میلیون یعنی جمعیت کارگری ایران محسوب میشن، یعنی بیش از نیمی از مردم ایران در این قشر و در این طبقه قرار میگیرن که خب این فقر مختص به یک بخش یا بخش دیگری نیستش و این تمام مردم در بر میگیره. صحنه های واقعا اسف انگیزی که از چه فروش اعضای بدن هستش، چه به اصطلاح دنبال زباله گردی و دنبال غذا و غیره این چیزا هستش، اینها دیگه من از اینا میگذرم چون بنده کافی به اصطلاح واقعا مشهود هستش. ولی اینکه رژیم میخواد همچین کاری بکنه یا نه، اجازه بدید ابتدا نگاه کنیم ببینید که تورمی که هر سال به اعتراف خود خامنه‌ای هر سال بدتر و بدتر میشه. سال گذشته من به اعتراف خود روزنامه حکومتی میگفتن که درآمد بین شکاف بین درآمد به اصطلاح حداقل دستمزدها و هزینه ها یه چیزی بین 3 تا 4 میلیون تومان هستش. این امسال بیشتر از 100% شده، یعنی اینو در سال 1402 الان یه چیزی فاصله بین 8 تا 10 میلیون مطرح میکنن. در همین فروردین ماه گذشته بیشتر از بعضی از اقلام بیشتر از 100% اضافه به اصطلاح تورم پیدا کرد. یعنی تورم یک چیز افسار گسیخته هستش که به خاطر بیکفایتی، به خاطر احتکار، به خاطر سودجویی و خیلی چیزهای دیگه و اساساً به خاطر خود این رژیم و اقشار وابستش همچنان در حال گسترش هستش، همچنان در حال صعود هستش و مردم رو دچار فقر و فاقه سوزنده و تاریک بیشتری میکنه. و خود رژیم هم اساساً برای این چیزها برنامه‌ای نداره جز کارات بیشتر. همین صحبت‌هایی که اخیراً خود خامنه‌ای کرده بود، توجه کنید من میخونم، میگه که در رابطه با شیادی‌های آخوندی در رابطه با اسراف و غیره که بگذاریم، میگه که وقتی که انسان درآمد کم دارد، مشکل کم درآمدی دارد، باید صرفه‌جویی کند. حالا آن وقتی است که وقتی هم که درآمد زیاد هست باید صرفه‌جویی کنند، یعنی اسراف نکنند. این اسراف نکردن یعنی مال همیشه است، به خصوص وقتی درآمد کم باشد. یعنی در این زمینه شما هیچ چیزی در رابطه با اراده‌ای و حتی اشاره‌ای برای اینکه بخواد این مسئله رو برای مردم، برای اقشار کم درآمد حل بکنن وجود نداره. و حتی می‌بینیم که خیزهای بیشتری برمی‌دارن برای گرانتر کردن اقلام و هزینه‌های زندگی مانند بنزین و خیلی چیزهای دیگه. اخیراً یکی از همین آخوندها فکر می‌کنم علم‌الهدی بود، مردم رو تهدید میکرد که اگر ذخایری در خونه دارن مثل ارز و البته یکیشون گفته بود از مال مجلس که کمیسیون اقتصادی مجلس که ببینین پولاتون رو به ما بدین ما مسائل حل میکنیم دوباره به شما برمیگردونیم، و در کنار اون خود این علم‌الهدی مردم رو تهدید کرده بود که این پول و ارز و این چیزا رو ذخیره نکنن. این حالا برای کسایی که حتی میتونن پولاشون رو تبدیل بکنن، از کسای دیگه که اصلا چه امکانی ندارن بگذاریم. میگه که ما میایم و اونها رو به اصطلاح تهدید کرده بشه، اینها رو از مردم میگیرن. بنابراین نخیر این رژیم نه میتونه و نه همچین خواستی داره که بخواد مشکلات اقتصادی مردم به ویژه کارگران رو حل بکنه. خب نوع تعامل این رژیم با کارگران و قشر زحمتکش که خیلی روشنه که اکثرا در تاریخ این نظام حکومتی بیشتر سرکوب بوده، از اونجا که الان خیلی ادعای اینو دارن که در حکومت قبلی خیلی طرفدار و حامی کارگران بودن، اگه بشه به ما توضیح بدین که واکنش حکومت قبلی در رابطه با اعتراضات کارگران چطور بوده، به طور خاص که الان من و تو مستنداتی پخش میکنه که میخواد عکسشون نشون بده. بله. خب این هم از معجزات یا کرامات این حکومت آخوندی هستش که دیکتاتوری پیشین و رژیم فاسد پیشین و پسمانده های اون حالا به خاطر کثرت و شدت جنایات اینها ادعای آبرو میکنن. و البته همه کسانی که تاریخ یادشون نرفته و دچار فراموشی های این چنینی نشدن میدونن که رژیم شاه، رژیم سلطنتی گذشته و رژیم آخوندی علیرغم تفاوت‌های ظاهری که با هم دارن در ماهیت فاشیستی و ضد مردمی و ضد خلقیشون واقعا هیچ تفاوتی با دیگر ندارن. شما الان مطرح کردید نشون میدید مسئله کارگرانی رو که در اعتراضات و تظاهرات جهانچی در سال فکر میکنم در سال 1350 بودش در اردیبهشت ما کارگرانی که برای افزایش حداقل دستمزدها، یعنی برای اینکه ساعات طولانی در روز کار میکردن، تأمین اجتماعی و هیچی نداشتن و به هر حال برای افزایش حداقل دستمزدها اینا در اردیبهشت ماه دست به اعتصاب میزنن. بعد از 3 روز این وقتی به اینها البته خب تماما مورد تهدید و ارعاب و غیره بودند، بعد از 3 روز در جاده کرج اینها شروع میکنن به حرکت کردن به سمت تهران و در کاروانسرای سنگی نیروی ژاندارمری و نیروی سرکوبگر رژیم شاه به اونها حمله میکنه. بیش از 20 نفر کشته شدن در این جریان، 80 نفر زخمی شدن و البته خب هیچ وقت هم معلوم نشد که بر سر بقیه چه آمد. و این تنها مورد نبود، در قبل از اون هم در سال 1340 هم وقتی معلمین تظاهرات کردن برای افزایش حداقل دستمزدها، یادمون هست که آقای خانعلی در میدان بهارستان تهران به ضرب گلوله کشته شد. در سال 48 همینطور وقتی وقتی قیمت باز اقشار کم درآمد با در اون روز اعتصاب کردن، تظاهرات کردن برای افزایش قیمت‌های شرکت‌های بلیط اتوبوس، اونها هم مورد سرکوب و به اصطلاح تعدی ساواک و پلیس رژیم قرار گرفتن. اینها به اصطلاح فقط مشتی از خروار هستش و الا همه آشنا هستند با کفرنشین‌ها، با حاشیه‌نشین‌های و زاغه‌نشین‌های اطراف تهران. خیلی راه دوری هم نباید می‌رفتین، در محلات، در حاشیه‌ها این چیزا وجود داشت و همونطور که عرض کردم این هم این تبلیغات واقعا دروغینی هستش که عوامل هم خود رژیم به اون دامن میزنه به دلایل خاص سیاسی خودش و همین که به هر حال پسمانده‌های سلطنت سعی میکنن به واسطه اون برای خودشون مشروعیتی به اصطلاح بخرن، ولی به هیچ وجه همچین چیزی نبوده. در سرکوب و کشتار و غارت هر دو رژیم یکسان عمل کردن و میکنن. از کرامات این نظام گفتین، خب برخی در به اصطلاح که دنبال بی‌هزینگی هستن برای مبارزه با این نظام دنبال اعتصابات سراسری هستن و از استراتژیشون برای این بنا کردن که باید همه مردم ایران اعتصاب کنن که این رژیم خودش بیفته، ولی اشاره نمیکنن که چرا اون حکومت قبلی انقدر اعتصاب سراسری علیش صورت گرفت. ما چون حافظه تاریخمون خوب کار میکنه یک کلیپی رو میذاریم که بینندمون ببینن. تشکر میکنم. در سال 1350 بود که ما در این کارخانه اعتصاب کردیم. حقوقمون کم بود، چند بار به خود کارفرما که مهندس فاطمه باشه فاطمه خودش گفتیم حقوق ما رو زیاد نکرد. بعدا به وزارت کار کرج مراجعه کردیم، حقوق ما رو زیاد نکرد. بعدا تصمیم گرفتیم که اعتصاب کنیم و را ادامه دادیم تا کرج. جلو شهرداری و ما جلو ما رو گرفتن جاندارا. جاندارا گرفتن 20 تا جاندار بود. و ما حمله کردیم، کشته دادیم. با چند نفر زخمی. ما که دیگه یکی از زخمی‌هاش من خودم هستم که پام معلومه اینجا. یکی هم این پامونه که اینا حمله کردن به ما. الان این پام تیر خورده، این پام تیر خورده، این پام فلجه. اومدن دوباره اونجا این ساواکی‌ها و اینا که از ما بازپرسی میکردن که شما فشنگ تو جیبتونه، فشنگا رو از کجا آوردید؟ ما گفتیم ما فشنگ ندیدیم، ما چیزی ندیدیم که اینا خودشون فشنگا رو گذاشتن تو جیب ما، می‌خواستن اینا رو برای ما یه مدرک کنن که ما رو محکوم کنن. که اینا خودشون هم میومدن میگفتن اگر شما محکوم بشین ما یکیتون رو اعدام می‌کنیم. بله فکر میکنم بسیار واضح بود. ولی خب بپردازیم به امروز. راه خروج کارگران و زحمتکشان و اساساً کلیه اقشار مردم ایران از این تنگنایی که این رژیم قرون وسطایی به وجود آورده چیه؟ من در رابطه با کلیپی که پخش کردید من مطرح بکنم که همونطور که در رابطه با تشابهات دو رژیم گفتیم، همونطور که الان با شوراهای اسلامی و غیره به این ترتیب رژیم کنترل میکنه و سرکوب میکنه کارگران ها، اون موقع هم در کارخانه ها به خصوص کارخانه هایی که کارگران زیادی داشتن ساواک دفاتر مخصوصی داشت و انتظامات و به همین ترتیب اینها رو کنترل میکردن و کارگران رو تهدید ارعاب میکردن. اما در رابطه با اینکه راه حل پیش رو چی هستش، ابتدا اینکه این غارت و سرکوب ادامه خواهد داشت، به خصوص در صنایع پتروشیمی که از منابع اصلی درآمد خامنه‌ای و عواملش هستش. الان آقای پروفسور تازیزی صحبت می‌کردن در رابطه با اقدامات سرکوبگرانه‌ای که و غارتگرانه‌ای که رژیم داره به کار میبره، به خاطر اینکه اوضاع معیشتی مردم بدتر هم خواهد شد. این صنایع پتروشیمی دو سال قبل به اعتراف خودشون 40% بنزین کشور دستشون بود، الان که خب بسیار بیشتر هم شده. این غارت سرکوب ادامه خواهد داشت و الان که خب ما میبینیم که این تظاهرات و اعتصابات به 13 استان بیشتر از 109 کارگاه در این استانها کشیده شده و همچنان در حال گسترش هم هست. خب رژیم مطابق معمول هم سرکوب خواهد کرد، هم سعی خواهد کرد تا در صفوف اعتصابگران ایجاد به اصطلاح شقه و به اصطلاح نفاق بکنه و این چیزی است که هم رژیم شاه سعی کرد بکنه در اواخر کارش وقتی که نفتگران اعتصاب کردند. خب کارگران پتروشیمی بسیار مهم است قضیه، کارگران به اصطلاح اقشار و اصناف دیگری هم هستند که به خاطر معلمان کارگران دیگه هستن که در این اعتصاب در مثلا خانه در افزایش دستمزد هستن. بنابراین باید هوشیار بود در رابطه با این توده های رژیم. این اعتصابات باید و حتما هم گسترش پیدا خواهد کرد و این یک چیز بسیار طبیعی هستش، چون به هر حال ما قیامی رو داشتیم و داریم که هر روز عمیق‌تر میشه و گسترش پیدا میکنه در اشکال مختلفش و نهایتا هم باید گفت که احقاق حق مردم و کارگران از همه اقشار و همه صنف‌ها یک چیز بی‌هزینه‌ای نیست. بسیار سخت خواهد بود، برخلاف اون چیزی که پسمانده‌های رژیم گذشته با تشویق خود همین آخوندها تبلیغ میکنن مسلما سخت خواهد بود، مسلما بها خواهد طلبید و تنها حقوق کارگران و حقوق مردم ایران وقتی اعاده خواهد شد که این رژیم در کلیت خودش با همه جناح‌های خودش و با همه ارگان‌های سرکوبگرش از سپاه تا بسیج و غیره به اصطلاح سرکوب و به اصطلاح به دست مردم ساقط شده باشه و غیر از این راهی نیست. و الا کارهایی که مطرح کردید که برای به اصطلاح هزینه بی هزینگی و نمیدونم غیره میکنن، کمپین هایی که به اصطلاح بسیار کاریکاتوری و مفتضح هستش بیشتر برای فریب مردم هستش و برای گمراه کردن اونها و اینه که از اون هدف اصلی که خواسته آزادی مردم ایران، همه مردم ایران از همه اقشار و از همه ملیت‌ها هست، نباید چشم برداشت و باید در راستای قیام و در راستای سرنگونی فعالیت کرد. با سپاس از شما آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، از اینکه دعوتمون رو پذیرفتیم و در این گفتگو همراهمون بودیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار. تشکر می‌کنم.